سلام، اگه شما هم دوست دارین یه دونه تفنگ برقی درست کنین که یه قطعه فلز به این صورت و به این سادگی میتونین توش قرار بدین و بعد از اون شلیکش کنین به این صورت، حتما تا آخرین ویدیو همراه من باشین تا ساختش رو یاد بگیریم. بزن بریم بر ساختش. من آریا هستم، به ویدیو جدید دیگه خوش اومدین. همونطور که میبینین این یه دونه سیم پیچه که حدوداً 1000 دور پیچیده شده با سیم 2.5. شما میتونین اینو بپیچین یا اینکه بزرگتر یا یه سیم پیچ بزرگتر درست کنین این اندازه‌ای، ولی خب دوراتون باید بیشتر باشه یا اینکه سیما یه مقدارم میتونین قطرش بیشتر باشه، مثلا 3.5 یا 4.5 مشکلی نداره. یه سیم ابتدایی داریم که لیم شده و یه سیم انتهایی. اینو قطعه‌را هم میتونید توی ضبطای قدیمی هم ببینین یا پیدا کنین اگر دارین، وگرنه باید خودتون درست کنین، یه پیچه اینجوری درست کنین. اولین قطعه‌ای که نیاز داریم برای سلاح برقی خودمون همینه که در مرکزش یه حالت حفره‌ای داره که تیر تو این قسمت قرار میگیره به همین صورت. بعد از اون نیاز داریم برای ذخیره انرژی یه دونه خازن 25 ولت 6800 میکروفاراد که من از این خازن استفاده میکنم. شما چون ولتاژی که من ورودی میدم 12 ولت، ولی اگر آداپتوری داریم که 50 ولت 20 ولت 30 ولت، باز ظرفیت ولتاژ اگه 25 ولت ورودی میدین حدودا 30 40 50 بیشتر از ظرفیت ورودیتون باشه. اینم از خازن ما. بعد از اون هم نیاز داریم به دونه کلید میکرو سوئیچ، از این کلیدهای لحظه‌ای برای یک لحظه تخلیه بار خازن، اینو نیاز داریم. و برای تیرش هم من از این سر پیشگوشی رو قیچی کردم، شما میتونید یه دونه میله و هر چیز دیگه، فقط دقت کنید که فلزی باشه و میدان توش ایجاد بشه. اینم تیر خودمونو. برای بیس و چسبودن هم از یه دونه چوب بسنی استفاده میکنید. شما میتونید قطعات الکترونیکی خودتون هم از اسپانسر ویدیو یعنی فروشگاه آنلاین جمترونیک که لینکش داخل کپشن هستش با یه کد 10% که این بالا میاد خریدتون رو انجام بدید. بریم برای چسبوندن قطعاتمون روی این چوب و بیایم برای توزیع لیمکاری و سیمکشیاش. کار چسبکاری قطعات روی چوبمون تمام شد. به این صورت الان لیمکاری رو انجام میدیم که یه دونه سیم از اینجا به صورت مستقیم میخوره به منفی خازن خودمون، ولی قسمت مثبتش به صورت کلیدی میاد میخوره به کلید و از کلید وصل میشه به اینجا. کل مدارش همینه و یه دونه تخلیه خازنی خواهیم داشت روی این قسمت. این کار انجام میدم مدارشو، بعد بریم ببینیم چجوری اوته. مدار ما تمام و به این صورت به صورت کلیدی وصل شده به مثبت و منفیش هم به صورت مستقیم وصل شده به خازن خودمون. حالا فقط کافیه که تیر خودمون که همون تیکه فلزی پیشگوشتی بود که من بریده بودم و به این صورت قرارش بدیم به اینجا. منبع تغذیه ما هم یه دونه منبع تغذیه 12 ولته که مثبتش به مثبت خازن خودمون به این صورت و منفیش هم به منفی خازن خودمون به این صورت وصل کنیم. حالا فقط کافیه بزنیم دکمه رو برای چند صدم ثانیه و همونطور که می‌بینی تیر خارج میشه. قدرتش اونقدر زیاد نیست چون هم ولتاژش پایینه هم سیم پیچ‌هاش خیلی کمه، مقدارش باید حدودا این مقدار باشه یا بیشتر، حتی هر چی بزرگتر قدرتش بیشتر و هر چی ولتاژ و خازن و ظرفیت بیشتری داشته باشین هم قدرتش بیشتر میشه. ولی همونطور که می‌بینی براتون یه پرتاب حدودا 2 متری داره و با اینکه این قطعه هم خیلی سنگین به نظر میاد. مرسی تا اینجا همراه من بودین، حتما ارتقاش بدین اگر خواستین بسازین و اگر ایده و نظر خاص دیگه ای هم دارین حتما کامنت بذارین و فعلا خدا نگهدار.